یک سرباز پلیس در حمله مسلحانه در شهر را جان باخت و یک سرباز دیگر زخمی شد. فرمانده پلیس هرات میگوید مهاجم بازداشت شده طلبه دارالعلوم عالی قیاسی هرات بود که در جریان درگیری زخمی شده است. در گزارش همکارم سید حسن حسینی آمده است که شورای ولایتی از نیروهای کشفی و پلیس خواسته است تا این مسئله را به صورت جدی بررسی کند. حمله مسلحانه یک طلبه بر سربازان پلیس در ناحیه 11 شهر هرات. پلیس هرات میگوید که حمله مسلحانه یک طلبه دارالعلوم عالی قیاسیه بر یک موتر رنجر پلیس یک کشته و یک زخمی در پی داشت. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی فرماندهی پلیس هرات با تایید این رویداد تاکید میکند که حمله کننده که زخمی شده از سوی پلیس بازداشت شده است. فرد بازداشت شده یک تن از طالب العلمان یکی از مدارس دینی هست و از نزد این فرد هم تجهیزاتی که از او برای ترور و یا قتل رساندن افراد و اشخاص به کار میره به دست پلیس افتاده. این سرباز پلیس که ادعا میکند تروریست را از ناحیه شانه زخمی کرده میگوید که حمله کنندگان 3 نفر بوده و سوار بر یک موتورسایکل بودند. او میگوید که پس از حمله 2 تروریست مهاجم دیگر با استفاده از فرصت از محل متواری شدند. در سوی دیگر بیمارستان مرکزی هرات از انتقال پیکر سرباز به این مرکز درمانی خبر می‌دهد. محمد عارف جلالی سرطبیب بیمارستان مرکزی هرات تاکید می‌کند که پلیس و تروریست زخمی به بیمارستان پایگاه 207 ظفر منتقل شدند. متاسفانه یک سرباز ما شهید شده که به حالت فوت شده آوردن به شفاخانه و یک سرباز هم زخمی که فعلا در بخش عاجل بستر وضعیت نسبتا خوبه و یکی از مهاجمین زخمی شده بود که توسط نیروی امنیتی به قلعه ظفر انتقال داده شد. با این حال شورای ولایتی هرات از چگونگی جلب و جذب طالبان دین در مدارس دینی این ولایت نگران است. وکیل احمد کروخی مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات از نیروهای کشفی و پلیس خواهان بررسی دقیق از مدارس دینی است. هر چند وقت به خصوص وقتی که اینا جذب این مدارس میشم تمام امو اسناد و امو مدارک اینمو ضمانتای قوی از اونها گرفته شه که ما شاهد همچو مسائل نباشه. گفتنی است که سال گذشته پس از حمله تروریستان بر مسجد جوادیه در هرات نیروهای امنیتی محل نگهداری تروریستان و مکان طراحی حمله تروریستی را در یکی از مدارس دینی این ولایت گزارش دادند.